سرخط خبرها. حمله بالای پایگاه های طالبان در ولایت پروان. منابع: سراغیب نکانی در کمتر از یک سال 4 میلیارد افغانی گرفته است. عضو مجلس نمایندگان امریکا: ایالات متحده با بزرگترین خطر حمله تروریستی مواجه است. دیدبان حقوق بشر: رهبران طالبان به دلیل خشونت مبنی بر جنسیت به پاسخگویی وادار شوند. و ترکیه پیش از 800 پناهجوی افغان را اخراج کرد. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. منابع: سرادید نقانی در کمتر از یک سال 4 میلیارد افغانی گرفته است. یک منبع معتبر در ارگ تحت اداره طالبان بر رسانه ها گفت وزیر داخلی طالبان در 11 ماه گذشته علاوه بر بودجه عادی و انکشافی حدود 4 میلیارد افغانی پول گرفته است. این منبع افزود وزیر مالی طالبان به علت تنش با سراجید نقانی بر سر این پول از مقامش برکنار شد. این منبع به بخش پشتوی رسانه ها گفت که وزارت داخلی طالبان علاوه بر بودجه انکشافی و عادی در 5 مرحله حدود 4 میلیارد افغانی پول گرفته است. این پول در دولت پیشین از سوی رئیس جمهور به شمار از مقامهای دولت داده می شد که هدف آن گسترش نفوذ، جلب وفاداری و دادن امتیازات مالی به چهره های متنفذ قومی، سیاسی و استخباراتی بود. منبع مذکور گفت که در ماه دلو 14/1 درخواست پول فراتر از بودجه تأسیس یافته باعث تنش میان سرودی نقانی و هدایت الله بدری وزیر وقت مالی طالبان شد. گفته می شود که این تنش پای ملاحبت آخوندزاده رهبر طالبان را نیز به میان کشید که نهایتاً منجر به کنار رفتن بدری از وزارت مالیه شد. بدری بعداً به عنوان رئیس بانک مرکزی طالبان منصوب شد. این منبع گفت هدایت الله بدری از درخواست به حساب پول از سوی دفتر ملاحبت الله نیز ناراض بود و از آن انتقاد کرده بود، اما تنش با سرودین نقانی باعث برکناری او از وزارت مالیه در ماه حمل شد. یک منبع در وزارت مالیه گفت که پس از برکناری هدایت الله بدری، درخواست‌های مالی وزارت داخلی طالبان سریعاً اجرا شد و برخی از افراد مورد نظر حقانی در شمار از سیاست‌های وزارت مالیه تعیین شدند. اطلاعات نشان می‌دهد که بودجه دفاتر مقام‌های بلندپایه طالبان شفاف نیست. یک منبع مذکور در وزارت مالیه گفت که تشخیص و دریافت پول از سوی دفاتر ملاحبت الله آخوندزاده رهبر، ملا حسن آخن رئیس الوزراء، سراج‌الدین نقانی وزیر داخله و یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان کاملا محرم است و بر آن نظارت وجود ندارد. این منبع می افزاید که شمار از مقامهای بلندپایی دیگر طالبان نیز زیر نام دسرخان اندیوالان هر ماه پول دریافت می کنند. یک منبع نزدیک به وزارت داخلی طالبان با تایید دریافت پول گفت که مقامهای چون یعقوب مجاهد وزیر دفاع و عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان به نام دسرخان اندیوالان پول فوقلاده ای دریافت می کنند. او گفت که سراج‌الدین نقانی در جریان سفرهای ولایتی اش به بزرگان قومی، فعالان مدنی و خبرنگاران پول پرداخت کرده است. یک خبرنگار به بخش پشتوی رسانه ها گفت که حقانی در یک سفرش به ولایت خوز بین 20 تا 50 هزار افغانی به شمار از افراد داده بود. سخنگوی وزارت داخلی طالبان به پرسش های رسانه ها در مورد دریافت پول های وزیر طالبان پاسخ نداد. در حکومت پیشین نیز رئیس جمهور برای وزیران، والیان، رئیسان ولسی و مشان جرگه و برخی از مقامات دیگر پول میداد که در بودجه دولت برای این مقام ها پیش بینی نشده بود. مقدار این پول ها به دلیل سری بودن روشن نیست، اما گفته می شود بین 500 هزار الا 3 میلیون افغانی بود. حمله بالای پایگاه های طالبان در ولایت پروان. جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که در پی حمله تهاجمی نیروهای این جبهه بر یک پایگاه طالبان در پروان، دو جنگجوی طالبان کشته و 4 تن دیگر این گروه زخمی شدند. جبهه آزادی با نشر خبرنامه گفته که این حمله حوالی ساعت 3 یک شنبه شب 28 اقرب در منطقه ربات از مربوطات ولسوالی بگرام انجام شده است. بر بنیاد خبرنامه در پی این حمله یک ارادرنجر طالبان نیز تخریب شده است. با این حال باشندگان محل در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که در آن منطقه فقط چند موشک پرتاب شده است. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که از چند ماه به این سو حملات نیروهای جبهه آزادی بر مواضع طالبان
در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. عضو مجلس نمایندگان آمریکا، ایالات متحده با بزرگترین خطر حمله تروریستی مواجه است. رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا گفته ایالات متحده با بزرگترین خطر حمله تروریستی در نزدیک به یک دهه اخیر مواجه است. مایک تنر میگوید القاعده و داعش از آمیان خود خواستند تا شهروندان آمریکایی را هدف قرار دهند. او روز یکشنبه 28 اقرب مصاحبه خود را در شبکه اجتماعی ایکس باز نشر کرده که در آن درباره تهدیدات علیه امنیت ایالات متحده صحبت کرده است. مایک در این مصاحبه با اشاره به اظهارات مقام‌های FBI درباره خطرات تروریستی علیه آمریکا گفت تهدیدات علیه ایالات متحده در داخل این کشور به بالاترین حد خود رسیده است. مایک صحبت یکی از فعالان FBI را یادآوری کرد که به گفته او به عقب نشینی آشفته از افغانستان و از دست دادن جمهوری اطلاعات اشاره داشته است. رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از سیاست دولت بایدن تهدیدات علیه این کشور را جدی خوانده است. دیدبان حقوق بشر، رهبران طالبان به دلیل خشونت مبنی بر جنسیت به پاسخگویی وادار شوند. دیدبان حقوق بشر می گوید رهبران طالبان به دلیل ارتکاب جنایت، خشونت مبنی بر جنسیت در افغانستان به پاسخگویی وادار شوند. خشونت مبنی بر جنسیت، خشونت است که بر علیه شخص به دلیل تعلق او به جنسیت خاص اعمال می شود. بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری، هرگاه فرد برخلاف میلش از طریق خشونت، اجبار، تهدید، فریب یا توجهات فرهنگی یا ابراز اقتصادی وادار به انجام کار برخلاف میلش شود، جنایت خشونت مبنی بر جنسیت اتفاق افتاده است. ترکیه بیش از 800 پناهجوی افغان را اخراج کرد. حکومت ترکیه اعلام کرد که 826 پناهجوی افغان فاقد مدرک رسمی اقامت را از این کشور اخراج کرده است. این پناهجویان پس از دستگیری به میدان هوایی منتقل و با 4 پرواز به افغانستان بازگردانده شدند. ترکیه گفته روند اخراج مهاجران بی اسناد را ادامه خواهد داد. پیش از این حکومت ترکیه اعلام کرده بود که تنها در 6 ماه اول سال جاری میلادی 42685 مهاجر فاقد مدرک رسمی اقامت را از شهرهای مختلف این کشور دستگیر و اخراج کرده است. ترکیه از مسیرهای اصلی مهاجرت هزاران پناهجوی افغان است که از نقص گسترده حقوق بشر، سرکوب و فقر در سرزمین خود به امید رسیدن به اروپا فرار می کنند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافی از چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.